کنار را و باز کنید. من گروه بان گارسیا به شما دستور میدم که آقا بایستید. خواهش میکنم. تو نباید گریه کنی. خوشحال باش، شما زورا تبهکار معروف و دستگیر کرد. برای مردم فقیر زورا یه تبهکار نیست، اون در مقابل شما از ما حمایت میکنه. ساکت باشید، ساکت. من میخوام اعلامیه ای رو براتون بخونم. به اطلاع مردم شریف پایتخت لس آنجلس میرسند تبهکار معروف زورو که بد نوشته که مدتی باعث ترس و وحشت مردم شده بود دستگیر شده است و امروز در ساعت 12 ظهر ماسک او برداشته خواهد شد تا شناسایی گردد. تمام مردم می توانند در مراسم اعدامی که بعد از برداشتن ماسک اجرا می شود شرکت کنند. امضا کاپتان اورتگا، فرمانده. برید توی کار. سرجوخ ریس و تو گونزالس برید تو جایگاه های نگهبانی و مواظب باشید. بقیه سربازان باید برگردن داخل قرارگاه. گروپان گارسیا. دون دیگو. اجازه می خوام که برای دستگیری این تبهکار جسور به شما تبریک بدم. چیز مهمی نبود دون دیگو، میشه گفت من فقط وظیفه‌مون رو انجام دادم. خواهش می کنم به من راستشو بگو. اون جانی خطرناک نمیشه راحت دست. بله دون دیگو، دست شیطون از پشت بسته. تا آخرین لحظات هم سخت جنگید. ولی ما انقدر باش جنگیدیم تا بالاخره تونستیم دستگیرش کنیم. یه سوالی دارم گروهبان. شما کجا موفق شدین زورا رو دستگیر کنید؟ خب اگه راستشو بخواید، بعد از اینکه دنبالش کردیم به طرف تپه، حتی قبل از اینکه فراریش بدیم تو تپه ها، من درست نمیدونم دون دیگو، چون اصلا اونجا نبودم. چقدر بد شد. دستگیری زورو ممکن بود باعث بشه برای همیشه فرمانده اینجا. درسته دون دیگو، ولی زیادم از این موضوع ناراحت نیستم. درسته که زورو یه تبهکاره، ولی آزارش به مردم فقید نرسیده. از شنیدن خبر دستگیریش ناراحت هم شدم. با اجازه من دیگه باید برم ببینم وضع پایه های چوبه دار دا چه حاله. خیلی ناراحت کننده است اگه آدم بیگناه رو به خاطر تقلید از زورو اعدام کنن. از طرف دیگه ممکنه یه تله برای زوروی واقعی باشه. باید کاملا مراقب اوضاع بود. من یه اتاق تو مهمون خونه میگیرم که شب اینجا باشم. برو لباسای منو بیار. برای عجله کن. تا اون توی سجو خیلی هست؟ بله گروبان، ولی نمیدونم برای چی. برای مراقبت از زندونی کل پوکایی خواست فرار کنه، زود با تیر بزنش. اون وقت مراسم اعدام چی میشه؟ آواره درسته. خیلی خب با تیر نزنش، فقط بود تو بیرون دوباره دستگیرش کنه بیارش. باشه گروبان گارسیا، ولی فکر نمی کنم بتونم سریع از اینجا خارج بشم. ممکن این وسط گیر کنم و یه کمی طول بکشه. بگو ببینم چطوری رفتی تو؟ از در عقب اومدم تو. خیلی خب، پس از در عقبی برو دنبالش کل پوک. من زیاد به این نقشه خوشبین نیستم کاپیتان اورتگا. مطمئنم که هیچ کدوم از دوستان یا وابستگان زورو برای نجات اون به طرف قفس نخواهند رفت، مگر اینکه مطمئن بشن اون زوروی واقعیه. کارگرا زیادم باهوش نیستن. از دید اونا هر کسی با یه نقاب سیاه میتونه زورو باشه. وقتی برای نجات اون بیان، بلافاصله دستگیرشو میکنیم و وادارشو میکنیم بهمون بگن زوروی واقعی کیه. هر کاری که میکنی باید سریع باشه. مردم اینجا تحریک شدن و اگر دون خوان اورتگا فوری اونا رو آروم نکنه، مؤاخذه خواهد شد.
و بدون شک دست تو رو میشه سینیور فرناندز. من هیچ دلم نمیخواد که یه پیغام دیگه از آقا برام فرستاده بشه. آقا باید بیشتر به من وقت بده. من هر کاری بخواد براش میکنم، ولی قبل از هر چیز باید زورو رو از سر جا بردارم. مره کی هستی؟ گروهبان گارسیا جناب فرمانده. بیا تو گروهبان. نفس که زورو توشه سر جاشه و افراد در حال آماده باشن. خوبه، خیلی خوبه. بگو ببینم نظر مردم در این مورد چیه؟ گمان نمی کنم مردم خوششون بیاد که زورو اعدام بشه. فکر نمی کنم خود منم زیاد خوشم بیاد. منو ببخشید فرمانده. پیشنهاد می کنیم ما چی کار کنیم؟ چطور یه مدال بهش بدیم یا اینکه آزادش کنیم؟ آزادش کنیم؟ اوه مردم خیلی خوشحال میشن کاپتان، در ضمن شما خیلی محبوب خواهیم شد. خفه شو بیاسه. من میل ندارم محبوب باشم. باید دستوراتم اجرا بشن. از اینکه قفس وایسا و هر کس خواست رو آزاد کنه دستگیرش کن. اطاعت فرمانده. فقط یه سوال دیگه فرمانده، خیلی ببخشیدم. ممکنه بفرمایید ما چطور زورو رو دستگیر کردیم؟ بالاخره به عنوان معاون فرمانده منم حق دارم بدونم. ما اونو دستگیر نکردیم. من دستگیرش شدم. اگه تو خوابت اونقدر سنگین نبود وقتی اونو آوردم اینجا حتما خودت متوجه می‌شدی. دربست آماده است؟ بله کاپتان، درست مطابق طرح شما ساخته شده. حتی خود شیطون هم نمیتونست فکر چنین وسیله‌ای رو برای نابودی مردم بکنه. متشکرم گروهبان. برو بعدم میام پیشت. اطاعت. حالا جناب قاضی، من باید برم دربست و بررسی کنم. نباید مردم خوب این شهر رو ناامید بکنیم. شما هم در مراسم شرکت میکنید؟ کسای دیگه هم هستن که ما نباید ناامیدشون کنیم کاپیتان اورتگا. بله منم خواهم آمد. اگه حمله بر خود ستایی نشه کاپتان، این بهترین دربستیه که ما تا حالا ساختیم. میدارید بیاید بالا از نزدیک ببینید. هر کسی نمیتونه از پله های دربست بالا بره و زنده برگرده پایین، درسته؟ بهتره به کارمون برسیم. بله قربان. واقعا که خیلی محکمه کاپتان، من خودم در ساختنش نظارت داشتم، مطمئن باشید. بله ببینید خوب و محکم. همونطور که میبینید همه چیز کاملا آماده است. تنها کاری که مامور اعدام باید بکنه اینه که این دسته رو بکشه و تمومه. دیگه زرایی نیست. باید بگم که کار خیلی تمیزی انجام داد فرمانده. آه شما اونجایید فرمانده، چرا رفتید اون پایین؟ گروهبان گارسیا، اگه نتونیم زرا رو دار بزنیم من خودم تو رو دار خواهم زد. ولی برای چی فرمانده؟ من فقط اون دسته رو یه کمی کشیدم. کارگرای حسابونی دارن جمع میشن اینجا فرمانده. آه خیلی خوب شد، نقشمون داره عملی میشه. یادت باشه گروهبان، من اونا رو زنده میخوام، متوجه شدی؟ اطاعت فرمانده، ولی اول باید در تله رو ببندم که یه وقتی آدم بیگناه صدمه نبینه. معذرت میخوام دوستان، مگه امروز روز تعطیله؟ شما جمع شدین اینجا و خرمنا همونطور مونده؟ نه خیر، امروز تعطیل ما برای کار دیگه اومدیم اینجا. شاید خیال دارین زورو رو آزاد کنین. آره اون دوست ماست، فراموش نکنین اون یه تبهکاره. بهتره به حرف کسی که خیر همه شما رو میخواد گوش کنین و از اینجا بریم. کار شما فقط باعث میشه که به تیر بسته بشین و شلاق بخورین. با احترامی که برای شما قائلیم دوندیگو، نمیتونیم همینطور وایسیم و شاهد دار زدن زورو باشیم. اون تنها حامی ما در مقابل آدم هایی مثل قاضی و فرمانده است. خوان، تو اینجا چی کار میکنی؟ کاری که بقیه میکنم. وقتی شنیدم زورو دستگیر شده اومدم. به نظر من بهتره که برگردی خونه. بقیه شما هم باید همین کارو بکنی. معذرت میخوام اربا، این مرد که دستگیر شده ممکنه از نظر قانون یه آدم تبهکار باشه، ولی تنها کسیه که میتونه بین ما و بی‌عدالتی قرار بگیره.
ما دوست تو هستیم زورو، اومدیم تو رو آزاد کنیم. سربازا، سربازا، ما نمیخوایم تو رو اذیت کنیم. افراد سوار شید و آماده باشید. فرار کنید، فرار کنید، زودتر فرار کنید. این یک کلکه، من زورو هستم. اگه تو زوروی، پس این یکی چیه؟ این یکی از افراد فرمانده است. یه زوروی قلابی نرام شمر دارین، خودتون ببینین. سربازا، سرباز روبرتو، این یه دام دوستان، به ما کلک زدن. سربازا، سربازا، اون زوروه، زوروی واقعی فرمانده. اینجا رو خلوت کنیم. دستگیر کردم، برو اسمشو بگیر. یه خبر خوب فرمانده، ما موفق شدیم اسم زورا رو بگیر. سینیور زورا کجاست؟ میتونی اونو ببینی؟ اون رفته، فرار کرد. رفته؟ منظورم اینه که رفته؟ چه حیوان فوق‌العاده ایه و خیلی هم زرنگ ها، خیلی خوشحال میشم مال من بشه. عالیه، حاضرم آخرین پزامو بالاش بدم اگه داشته باشم. فکر میکنم از من خوشش میاد. سرجوخه. اینطوری به من نگاه نکن. نگاه نمیکنم، فقط دارم فکر میکنم. ببینم تو پولی نداری که من قبلا ازت قرض نگرفته باشم. نه؟ لازم نیست دائم یادآوری کنین سینیور گریندو. اونقدر ناراحت هستم که هرگز فراموش نمیکنم الزو رو فرار کرده. حتما دفعه بعد. دفعه بعد، همیشه میگی دفعه بعد. بد نیست بدونی که الزو رو یعنی روبا. فکر میکنی اینقدر احمق باشه که بیاد و در حراج شرکت کنه تا اسب خودشو بخره؟ نه، خود الزو رو که این کارو نمیکنه. شاید یکی از دوستان یا وابسته‌اش این کارو بکنه. اون عاشق این اسبه، حاضر هر کاری بکنه تا اونو به دست بیاره. و اولین صدای مشکوکی که برای خریدن اسب بلند بشه، سربازای من حمله میکنن، میگیرنش و وادارش میکنن حقیقتو بگه. روبرتو. بله فرمانده. افرا سرپاساشون هست. بله فرمانده. خاطره این ماجرا هیچ وقت فراموش نمیشه. تمام اهالی شهر اونجا جمع میشن، من جمله یکی از دوستان زرو. به گروپان گارسیا بگو مأمور اجرای حراج باشه. لازم نیست بهش بگی موضوع چیه، چون قاطی میکنه و در نتیجه همه کارا رو خراب میکنه. خدمتکار شما رو بیرون دیدم، همونی که نمیتونه بشنوه. این بود که فکر کردم ممکنه شما هم بیاید. فکر کردی میام اینجا، ولی بازم از دیدنم تعجب کردی. فکر و منطق تو واقعا پیچیده است کروپان. بگو ببینم دقیقاً چه نقشه‌ای تو سرت. چه نقشه‌ای؟ او هیچی، اصلا نقشه‌ای ندارم من. و از کجا فهمیدی من نقشه‌ای دارم؟ از حالت صورتت من میتونم تمام افکارتو بخونم. تو میتونی؟ خیلی خب، من الان به چی فکر میکنم؟ هیچی، کاملا درست. دون دیگو، تو از کجا فهمیدی؟ خیلی ساده است. کافی آدم ظرفیت فکری شخص رو در نظر بگیره، تجزیه تحلیل کنه و بعد نتیجه گیری کنه. اما در مورد تو، حدس من 100 به 1 درست از آب در اومد. همین الان داشتم فکر میکردم چقدر خوب میشد که من مالک اسب زورو میشدم. جدی؟ چرا؟ خب هر وقت این زوروی بدجنس رو تعقیب کردم فرار کرده. چرا؟ نه به خاطر اینکه سوارکار بهتریه، البته هست، و یا این که از من شجاعتره که بازم باید بگم هست، بلکه به خاطر اینه که اسبش سریع‌تر از اسب منه. حالا اگه این اسب مال من بشه، میتونم زورو رو دستگیر کنم و جایزه رو بگیرم. یه چیزی رو میدونی، منطقه تو داره روز به روز بهتر میشه. خب چرا نمیری اونو بخری؟ بخرمش دون دیگو؟ خب پولش رو از کجا بیارم؟ خواهش میکنم، یعنی من دوست تو نیستم. چرا؟ بله پس دوستی برای چه وقته؟ من میتونم بهت پول قرض بدم. ببین، من میخوام تو این پولو قبول کنی، ولی دوستی ما به هم میخوره. حالا که اینطوری میگی دیگه نمیتونم قبول نکنم.
خب بگو چقدر میخواد. فکر میکنم حدود 500 پزو کافی باشه. خیال نمیکنم عده زیادی باشن که بخوان خطر قبول کنن از بزرو رو بخرن. خودت چطور گروپان؟ تو خودت نمیترسی؟ من بترسم نه دون دیگو، البته که نمیترسم. ممکنه گاهی وقتا احتیاط کنم ولی ترس. خیلی ممنونم دون دیگو. خب با اجازه من دیگه باید برم. موفق باشی. گروپان گارسیا، فکر میکردم که باید اینجا پیدات بکنم. بهتره بری حراج رو شروع کنی. اطاعت فرمانده. دان دیگو، بهتر نیست بری تو سایه بمونی؟ امروز آفتاب خیلی داغ شده. گمون میکنم بتونم تحملش کنم کاپیتان. ببینم این همه هیجان برای چیه. داریم اسپر زورو رو حراج میکنیم تا به بالاترین قیمت بفروشیم. واقعا برای سواری فوق العاده است، اونم برای سوارکار خوبی مثل تو. متاسفانه بیش از اندازه برای مسئله. به هر حال بهتر از نزدیک شده حراج بشه. ببین این خیلی آسونه، حتی خود منم میتونم بفهممش. اگه یه نفر پیشنهاد کرد 100 پزو، تو باید بگی 101 پزو. چرا؟ خب چون اگه حرف نزنی، چون من اون اسبو میخوام کله فوش. پس چرا خودت نمیخوای؟ مگه اونم نمیخواد؟ درست نیست که من در حراج شرکت کنم، چون من خودم مامور اجرای حراجم، فهمیدی؟ حالا برو و یادت باشه که قیمت زیاد بالا نبری، فقط یک کمی بالاتر از قیمت نفر قبلی. برو. توجه. حراج رسما شروع می شود. خانم ها آقایون، می تونید پیشنهاد بکنید. برای این حیوان چه قیمتی پیشنهاد میکنید؟ ممکنه لطفا یه نفر قیمتی پیشنهاد کنه؟ چطور حراج رو با 100 پزو شروع کنه؟ من 101 پزو میخرم. کسی هست که حاضر 101 پزو بده؟ کسی دیگه پیشنهادی نداره؟ پیشنهاد شده 101 پزو. کسی هست که بگه 200 پزو؟ 201 پزو. یه نفر حاضر شده 201 پزو بخره؟ کسی هست بیشتر بخره؟ یه نفر میخواد 201 پزو بخره، کسی هست بگه کسی هست بگه 202 پزو؟ 203 پزو. حاضر شدن 203 پزو بخرن. 204 پزو. کس دیگه حاضر نیست قیمت بالاتری برای این حیوان پیشنهاد کنه. نکنه از این میترسید که زورا بیاد ازتون بگیرتش. اگه پیشنهاد دیگه ای نیست، من این اسبو میفروشم به این سرباز با قیمت 204 پزو. 205 پزو. چون کس دیگه حرفی نمیزنه، از فروخته میشه به این سرباز به قیمت 200 به همون قیمتی که قبلا پیشنهاد کرد. فروخته میشه. فروخته شد. خب کاپیتان، ظاهرا سرباز شما تنها کسی بود که شهامت خریدن اسب زورو رو داشت. اون مرد یه احمقه. سرجو خریاس، اون اسبا برای چی خریدی؟ 205 پزو. نه، اون اسبا برای من خریده فرمانده. ای آدم نفهم، قرار بود یه تله باشه برای زورو، نه اینکه خودمون بخریمش. ولی فرمانده، ما ازش خوشم میاد. اسبا ما جلوی چشمم دور شیر کله پوکا. اطاعت فرمانده. برو. روبرتو. حراج تموم شد. البته به لطف اون دو تا بیشور، اسبا برش کردم به حساب. من یه فکر بهتر دارم فرمانده. بهتره بذاریم اسب تا شب اینجا بمونه. وقتی هوا تاریک شد شاید خود زورو پیداش بشه. چطوره؟ شو برش نجات بدی. آره حرف بزن.
حرف بزن. آه تو هم دلت میخواد به جنگی مگه نه؟ بسیار خوب. سوار بشیم بریم بگیرمش گروهان؟ نه مثل این که بخوایم بریم دنبال باد. خدا رو شکر. راحت برانید. روغن موتورهای اسپیدی، شرکت نفت سپاهان. آره جناب، با من کاری داشتی؟ بگیر بشین فرمانده. یه پیک مخصوص همین الان این نامه رو آورد، شاید برات جالب باشه. ها، از طرف کی اومده؟ اینم در داخل نامه بود فرمانده. پر؟ میبینم که خیلیه که خوردی فرمانده. عقاب اصلا از کار تو راضی نیست. ولی من سعی کردم دستوراتون رو تا جایی که میتونم اجرا کنم. ولی سعیت کافی نبوده. تو رو به لس آنجلس فرستادن تا در میان مردم ترس و وحشت به وجود بیاری و برای آقا از مردم پول بیشتری بگیری. ولی خب تو تا حالا چیکار کردی؟ هیچی. تو به جای پول جمع کردن فقط زندانه رو پر کردی. همینه بس. مطمئن باشی به موقعش موفق میشی. به موقعش؟ تو دیگه فرصت زیادی نداری. تا چند هفته دیگه یک کشتی از مونتری میرسه اینجا. به احتمال خیلی زیاد یه نفر جز به مسافرینش خواهد بود که ارتگای واقعی رو میشناخته و دست تو رو میکنه. قبل از رسیدن اون کشتی باید کارتو تموم کرده و از اینجا دور شده باشی. میدونم میدونم. اگه به خاطر این زرو یه بچه استم. زرو یا بی زرو، عقاب نمیتونه شکست بعدی تو رو تحمل بکنه. دستورات تو اینه که روحیه مردم رو خراب کنی و ازشون برای عقاب پول بیشتری بگیری. اگر این دفعه موفق نشی، خب فرمانده ارتگا، از قوه تخیلت استفاده کن. اتفاقی که برای تو خواهد افتاد زیاد جالب نخواهد بود. فرمانده، یادت باشه فرصتت خیلی کمه.
گروه بن گارسیا. از بخیر دون دیگو. حتما تو سینیوریتا کورتز یادت هست. بله البته. از 10 سال پیش گروه بان. بله سینیوریتا، اون موقع یه دختر کوچولو بودی تقریبا انقدر. معذرت میخوام سینیوریتا. این کار برای چیه گروه بان؟ اون مرد چی کار کرده؟ یکی از مزرعه دارا است که متهم به زمین های دولت تجاوز کرده. مزرعه دارا همیشه رو زمین های دولت کار کردن سینیوریتا، ولی حالا دارن میگن ما تجاوز کردیم. ولی این خیلی غیر عادلانه است گروه بان. بله سینیوریتا، منم با شما موافقم، ولی من فقط دارم دستورات فرمانده ما اجرا میکنم. مثلا اگه فرمانده به من بگه دون دیگو رو به اتهام این که ممکنه زورو باشه دستگیر کنم، مجبورم همین کار بکنم، گرچه خیلی مسخره به نظر میاد. و این بدترین دستوریه که میتونه بهت بده، درسته؟ بله دون دیگو. روز بخیر سینیوریتا. روز بخیر دون دیگو. احساس میکنم این بازشو به زودی متوقف بشم. من یه نامه به فرماندار نوشتم که در مورد این وقایع تحقیق کنه. در حالی که تو داری نامه مینویسی، مزرعه دارا رو دستگیر میکنن و میندازنشون توی زندون. خب عوضش حالا دیگه وادارشون نمیکنن تو آسیاب کار کنن. ببینید بالاخره اعتراض من به قاضی تا حدی موثر بوده. دیگو تو میخوای کاری رو که یه نفر دیگه کرده بذاری به حساب خودت؟ خب من فکر میکنم یه کمی کمک کردم. زورو تنها کسیه تو کالیفرنیا که میتونه جلوی این زورگویی‌ها رو بگیره. دیگو کاش تو هم یه ذره مثل زورو بودی. آخه ولی روزاریتا اون مرد یه تبهکار. تو حق نداری اینطوری درباره اش حرف بزنی. وقتی یاد اون آدمای بیچاره میافتم که زنجیر شده بودن و به ضرب شلاق سربازا مجبور بودن روزاریتا کارتان... اونا فقط دستورات کاپیتان اورتگا رو اجرا میکنن. از این که میشنوم کاپیتان اورتگا مسئول این کارای ظالمان است خیلی ناراحت میشم. وقتی اونو تو کشتی ملاقات کردم اصلا آدم بدی به نظر نیومد. آدم باورش نمیشه که یه مردی یه دفعه میتونه اونقدر خوب باشه و یه دفعه دیگه اینقدر سنگه. راستش بعضی از آدم ها اینطوری هن دیگه. گروه من میتونیم بریم تو بارو یه چیزی بخوریم؟ من از صبح تا حالا دو دفعه غذا خوردم. ولی من اصلا چیزی نخوردم. چی؟ تو نباید با شکم بیچارت اونطوری رفتار کنی سیلیور. فوری برو غذا بخور. پیشنهاد میکنم یه غذای حسابی سفارش بدی. غذای زندان خیلی افتضاحه، حتی به درد سگام نمیخوره و تازه خیلی هم کمه. متشکرم گروه بان، ولی اینطوری نمیشه کارد چنگال دست گرفت. البته آدم باید سر میز غذا آزادی عمل کامل داشته باشه، مگه نه؟ وقتی غذا تموم شد خودت بیا به زندان، من اونجا منتظرتم، خودم توی سلول تمیز زندانت میکنم. باشه زود میام. کار جالبیه سینیوریتا، ببینین چقدر خوب روش کار کردن. تیغش ایتالیایی دون دیگو، خیلی ارزونه، فقط 30 پسو. بد نیست، ولی چی کار میتونم باش بکنم؟ ببینین رو دستش چی کندکاری قشنگی شده. شما اشتباهی گرفتینش دون دیگو، بدینش به من. اینطوری؟ برای عالی بود دون دیگو، با یه کمی تمرین ممکنه شمشیرباز خوبی بشه. تو داری یه شمشیر میخری دیگو؟ داشتم دربارش فکر میکردم. شاید بتونی یه نفر پیدا کنی بهت درس بده. درس بده؟ برای چی؟ خب برای شمشیربازی و استفاده از شمشیر. من خیال ندارم برای اینجور کار ازش استفاده کنم. فکر کردم برای قشنگی میتونم بذارمش روی پیش بخاری. برای قشنگی؟ تو فقط برای همین منظور میخوای شمشیر بخری؟ باید دلیل دیگه هم داشته باشه. خب اگه تو نمیدونی، مطمئنن منم چیزی نمیدونم. دیگو تو برای چی اینطوری شدی؟ خوب یادمه وقتی بچه بودی تو تمام ورزش‌ها اول بودی، شجاع بودی و خیلی بی‌باک. خب تو اون سن آدم کارهای احمقانه زیاد میکنه. دیگو جوونی که من به خاطر دارم یه جنگجو بود، یادمه که همیشه میخواست طرف ضعیفا رو بگیره. برو خانه گارسیا. بله فرمانده. هیچ معلومه کجایی؟ باید یه روز تمام طول بکشه تا یه مزرعه دارو دستگیر کنی و بندازی زندان. تمام روز که خیر جناب فرمانده، ولی خب من به مشکلاتی برخوردم. مشکلات؟ اون مقاومت نشوندن؟ مقاومت؟ من انتظار خیلی بدترش هم داشتم. شمشیر من همیشه آماده است. به عنوان یه سرباز حاضرم برای انجام وظیفه، جونم از دست بدم. ببینم اون وقتا جنگید؟ نه فرمانده. اصلی مشکلاتی که حرفشو میزدی چی بوده؟ تعدادش زیاد بود قربان. اول سینیور فورتونا میبایست خارهای انبارشو تموم میکرد، گاوه رو میدوشید و خوکا رو غذا میداد. بعد یکی از خوکا فرار کرد، مجبور شدم برم دنبالش تا اینکه گرفتم و انداختمش تو خوکسنی. شما هیچ تعجب نمیکنید؟ گروه بان گارسیا، من حتی تعجب نمیکردم اگه اون خوک تو بیشو رو میگرفت و میداخت تو خوکدونی.
ولی شما متوجه نیستید فرمانده، من داشتم خوک دنبال میکردم. دیگه کافیه. خیلی خب، زندانی کجاست؟ تو بار داره نهار میخوره. تو بار داره نهار میخوره؟ برای زندانی نباید تو بار نهار بخوره. کی الان مراقبونه؟ کسی نیست سینیور فورتونا، از دوستان منه. کسی نیست؟ زندانی الان داره تو بار قضا میخوره، اونم تنها و بدون محافظ. ولی قربان، اون به من قول داده که فرار نکنه. احمق بیشعور، دنبال من بیا. سینیور فورتونا مرد خیلی شریفیه، اون هیچ وقت حاضر نمیشه. چرا نکرد؟ با این کارا یه فقرات بیشتر از رو به من لطه میزنی. اگه اینقدر خیکی نبودی ممکن بود فکر کنم تو زروی. من خیکی نیستم فرمانده، فقط یه کمی عضله دارم. میدونید فرمانده، خیلی بده که یه مرد گرسنه نباشه. فرمانده، فرمانده، شما اینجایید فرمانده، چی کار دارید میکنید؟ به من دستک نشو. جاییتون درد گرفته، اجازه بده بهتون کمک کنم. برو کنار، به من دست نزن. معمولا بعد از بارون زمین خیلی لیز میشه، البته الان چند ماهه که بارون نایمده. یا شایدم اومده. برای این کارت محاکمه نظامی خواهی شد. فرمانده صبر کنید، لباس هاتون رو تمیز کنم. که بتونه منو بشناسه. تو کشتی فقط سه تا مسافر در قسمت درجه یک بودن، فرمانده واقعی، سینیوریتا کورتز و خود من. این موضوع خیلی جدیه فرمانده. اون تو سانتا باربارا پیاده شد، من از کجا میدونستم اونم میاد اینجا به لس آنجلس؟ اگه سینیوریتا کورتز تو رو ببینه کار تموم خواهد. البته اگه زنده بمونه تا برای دیگران بگه. من میدونم خونه عموش کجاست، کنار جاده کاوینگا، توی دره است. از پل کنار دره که رد میشی اولین مزرعه در طرف چپ جاده، اونجاست. من همین الان میرم اونجا و منتظرش میمونم تا برگرده. فرمانده، بهتر که الان نری اونجا، باید برای این کار یه نقشه دقیق بکشیم. صبر کن، شب برو اونجا، اون موقع شانس دیده شدن تو توسط مردم کمتر. پس برناردو کجاست؟ وقتی شما برگشتین اینجا نبود؟ نه دون دیگو، چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟ امروز پدرم هم شهر بوده، شاید برناردو با اون برگشته خونه. بهتر عجله کنیم دیگو، من باید برگردم خونه. حتما. بگو ببینم چی شده که اینقدر مهمه. روزاریتا، وانسنا چه سینگریتا؟ شما کی هستی؟ بری برا به خاطر ندارید؟
اگه کمی فکر کنین حتما مرا به خاطر میارین. بله، تو کشتی از مونتری هم سفر بودی. سانچو فرناندز در خدمت شماست. الان یه کمی دیر وقتی سینیور، چرا اومدین اینجا؟ فکر کردم وظیفه منه که برای عرض ادب نسبت به شما و خانوادتون بیام اینجا. شاید بهتر باشه یه وقت دیگه بیاین، خوب نیست الان ما با هم دیده بشه. خب عموتون میتونه مواظب ما باشه، ایشون خونه هستن یا بیرونن؟ نه متاسفانه امشب رفته به دیدن دوستاش. خب بطمئن ما سخت ما هستن. اونا همشون رفتن بخوابن، متاسفانه باید بخوام که از اینجا بریم. امروز صبح شما رو تو بازار دیدم، داشتین این شارپو میخریدین، واقعا که قشنگه. میتونه بره استراحت کنی. اطاعت فرمانده، الان میرم. خب فرمانده، ماموریت موفقیت آمیز بود؟ کار من به عنوان فرمانده اینجا تموم شده. پس شکست خوردی؟ فرصت خیلی کمه، من پول میخوام، برابری مجبورم پولی رو که توی میز دیگر میداری ازت بگیرم. چی؟ تو میخوای طلاهای شخصی من از من بدزدی؟ پول رو بده قاضی، ولی مجبور شم یه گلوله تو مغزت خالی کنم. تو فکر میکنی بتونی از خشم آقا فرار بکنی؟ ما دنبالت میاییم حتی تا اون سر دنیا. فکر زیاد بدی نیست، ولی عاقبت نداره. دان دیگو؟ دان دیگو؟ دان دیگو؟ نه! کمک کنید.
فرمانده مرده؟ بیاین تله ها رو بگیرین آقایون، همه شم مال شما. دست بکش. تفنگاتونو بردارین و شلیک کنین، بهش شلیک کنین، اون سروه. ای نالایقا، بازم فرار کرد. خدافیز همه. خدافیز من دیگو. دیگو، من امیدوارم که به خودت بیای، سعی کنی اقلا یه کمی بهتر بشی. خب از چه نظر؟ از خیلی نظرم. اگه خودمو مثل اون تبهکار درست کنم خوب میشم، مثل زورو؟ ای کاش میتونستی این کارو بکنی. اون مرد خیلی خوبیه دیگو، اگه بتونی از نزدیک باهاش آشنا بشی، شاید اون بتونه یه مقدار از کارایی رو که انجام میده یادت بده. باور کن، به عنوان یه دوست میگم، خیلی کمکت خواهد کرد. خدافظ دیگو. خدافظ روزاریتا. امیدوارم سفر به کاپستران خوش بگذره. موفق باشی. دوستان، شاید اکثر شما دلیل این جلسه غیر مترقبه را بدونید. همونطوری که اطلاع دارید، سالگرد هاری پیو برای بزرگداشت سن جرانیمو هفته آینده است. محض اطلاع فرمانده جدید کاپتان تولیدانو باید عرض بکنم که این عید برای اهالی کالیفرنیا بسیار بسیار مقدسه و روزیه که سوارکارای ماهر تمام مزارع با هم مسابقه سوارکاری. سال گذشته جشن ما با نبردی بین یک خرس و یک گاو وحشی به پایان رسید، ولی من پیشنهاد می‌کنم امسال یک مسابقه سوارکاری در مسافت طولانی برگزار بشه. به نظر من پیشنهاد بسیار خوبیه. این با رسوم ما بیشتر جور در میاد تا اینکه مثل وحشی ها دو تا حیوانو به جون هم بندازیم. حالا که ظاهرا همه با ایده مسابقه سوارکاری موافق هستی، چطور که یه مسابقه بامانه باشه، مسابقه صحرانوردی با یک جایزه قابل توجه؟ اینجا همه اسب دارن، شرکت در این مسابقه برای هر کسی آزاده. هر کس که اسب داره میتونه شرکت بکنه. ممکنه خود منم شرکت بکنم. ممکنه بپرسم جایزه مسابقه از کجا تامین میشه؟ من خودم شخصا حاضرم 500 پزو بپردازم. ممکنه ده دیگه هم منو همراهی بکنن. منم 100 پزو میدم. من سوارکاری رو دوست دارم. خانواده دلاوگان 500 پزو خواهند داد. آقایون ممنونم، واقعا ازتون متشکرم. تا همینجا جایزه ما از 1000 پزو بیشتر شده. کسی دیگه ای نیست؟ منم با کمال میل 200 پزو هدیه میکنم. متشکرم کاپتان. سینیور آلارکون، ممکنه حساب این رقم رو برای ما نگه دارید؟ تو هم شرکت میکنی؟ تو سوارکار خیلی خوبی. نه بیای، من تو قرارگاهه. کاپیتان، اگر ارتش در این مسابقه شرکت نکنه ما ناراحت خواهیم شد. منظورتون اینه که افراد منم در مسابقه شرکت کنن؟ البته، شرکت در این مسابقه برای تمام افراد اجتماع آزاده. آرتور، اگه تو مسابقه شرکت کنی من بهت افتخار میکنم. منم شرکت میکنم. خوبه آقایون، بدون شک این مسابقه خیلی جالب خواهد بود. یادتون باشه هر کدوم از ما شانس داریم که برنده بشیم. خب دیگه کی حاضره یه چیزی اهدا بکنه؟ منم 200 پزو میدم. من 500.